بسم الله الرحمن الرحیم. غزل نوشتم از عشق در رسای حسین، قلم برای حسین و غزل برای حسین. چگونه شعر نگوید کسی که مجنون است و مبتلا به جنون است، مبتلای حسین. چگونه شعر نگوید برای کرب و بلا کسی که قبله او گشته کربلای حسین. کسی که با غم ارباب زندگی کرده، کسی که با غم ارباب زندگی کرده و بهترین غم دنیاست روزه های حسین. هدف ز خلقت عالم حسین فاطمه است، هدف ز خلقت عالم حسین فاطمه است. تمام هستی و دنیای من فدای حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین به عدد ما احاط به علمک. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبا دار. درود بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین. ما رو با سفره عشق از حسینیهی که به وسعت کهکشان و فراتر از کهکشان، از بهشت روی زمین کربلای معلا، سرزمین عشق، از کنار مشهد مقدس سید الشهدا سلام الله علیه دارید. خدا رو شکر عمرمون یاری کرد و به امشب هم رسیدیم و خدا رو شکر که در خدمت شما عزیزان عاشقان سید الشهدا سلام الله علیه هستم. پای سفره عشق نشستین و منتظر برای گریه بر قربت اهل بیت علیهم السلام، به ویژه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. هر قطره عشق شما به دنیایی میارزه. انشاءالله به حق سید الشهدا خدا نصیب و روزی همتون کنه در مشایع اربعین شما رو زیارت کنیم که به پایبوسی سید الشهدا سلام الله علیه انشاءالله میرسید. اونهایی که شبهای قبل هم عرض کردم شنیده این، تمکن مالی دارین و خودتون نمیتونید مشرف بشین، حتما نایب بگیرین که از طرف شما مشرف بشن حرم سید الشهدا. خدا خیر دارین رو بهتون عنایت کنه انشاءالله. با پای دل ما از کربلا و شما هم از سرتاسر کره زمین بریم شام به دیدار قافله مظلوم اهل بیت علیهم السلام که در خرابه شام استقرار یافتند. شهر شام و ملأ عام و کف و خنده و دشنام،
گروهی به لب بام. خیلی قشنگه این بحر طویل. امشب عنایت داشته باشین. انشالله نظر لطف حضرات معصومین به ویژه حضرت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری سلام الله علیها بر همه شما خواهد بود. شهر شام و ملأ عام و کف و خنده و دشنام و گروهی به لب بام و به رخ ننگ و به کف سنگ و به تن جامه گل رنگ و گرفتن به ره آل علی تنگ. تو گویی همه دارن سر جنگ، هم آواز و هم آهنگ شده دشمن دادار، پر از کینه پیغمبر مختار و علی حیدر کرار. به آزار دل عترت عطار همه عید گرفتن، به قتل پسر فاطمه آن سید ابرار شده شهر چراغانی و مردم همه در رقص و غزلخوانی و شادی که ببینن سر نیزه سر پاک امام شهدا را. در دروازه ساعت خبر بود، خبر بود که بر نیزه یکی مهر فروزنده و هفتاد قمر بود. به روی همه از ضربت سنگ و دم شمشیر اثر بود. چه سرهای غریبی که روان بر رخشان اشک بصر بود، سر یوسف زهرا، سر عباس دلاور، سر قاسم، سر اکبر، سر اون و سر جعفر، سر عبدالله و اصغر، سر زیبای بنی هاشم و انصار، سر مسلم و جون و وهب و آبس و زرقامه و یحیی و زهیر و دیگر انصار، که هر سر به سر نیزه همون وجه خدا بود. چو پروانه در اطراف امام شهدا بود، به لب داشت همین ذکر خدا را، در اطراف سر خون خدا خیلی رسول یک سر در ولوله بودن، زن و مرد همه گرم کف و هلهله بودن، نوامیس خدا یک سره در سلسله بودن. فقط مرد همه آینه حسن خدای ازلی بود، قبارش به رخ و چهره او مشعل انوار جلی بود.
علی ابن حسین ابن علی بود، به گردن عوض شاخه گل حلقه گل داشت، به پاداش یکی چکمه گلگون. نه مگو چکمه گلگونو، بگو پرده ای از خون. ز جراحات قل جامعه و بر سرش از سنگ نشان بود، لبش ذکر خدا داشت و چشمش به رخ یوسف زهران گران بود، که می دید در اون سر گل رخسار رسول دو سرا را. در آن حجمه جمعیت آن مرحله گردید روان سهل، سهل ساعدی به سویش به ادب داد سلامش، که در آن سلسله می دید بلندای مقامش. علف قامت او دال شده نزد امامش، پس از آن عرض نموده گوهر درج ولایت، مه افلاک هدایت، همه عالم به فدایت، منم اون سهل که از عمره انصار رسولم، که پر از دوستی عطرت زهرای بتولم. چه شود گر کنی از لطف قبولم، که دل مادرتان فاطمه را شاد کنم، بر پسر فاطمه امداد کنم. گفت به پاسخ شه ابرار که ای آمده بر آل علی یار، اگر هست را درهم و دینار بده زود به این کافر قدار، که بر نیزه او هست سر یوسف زهرا، شود از دور و بر دخت علی دور. که این قوم ستمکار تماشا نکنن امه ما را. فرمود زن دنبالت پول داری؟ عرض کرد آجان دارم، اما تو این وضعیت پول به چه کارتون میاد؟ فرمود زن برو پول رو بده به این نجده داری که سر بابا حسین رو داره، از وسط این مخدرات دورش کن، همه یه نگاه به همه زادات. خیلی عجیبه، گفت دیدم آقا خیلی خودش حرکت میده. از کردم آجان چی شده اینقدر خودتون حرکت میدید؟ فرمود آتیش ریختن اومده پشتن. کوچه بود پر از حجمه جمعیت و وجد و شعف و عشرت و نه بین زنان عفت و مردان شده دور از شرف و غیرت و بلب همه تبریک، بسی جامعه نو در برو لبخند زنان با سر ریحانه پیغمبر اسلام رسیدن. به خدا اگر شیعه بشنوه و با شنیدنش دق کنه کار بزرگی نکرده.
سم بودن اینا را از کوچه یهودی آبور دادن. یکی جلوی قافله می دوید، آی اونایی که بچه هاتون تو جنگ خیبر کشته شدن، حالا بیاین ببینید بچه های علی رو دارن میارن. به یک کوچه که این کوچه همه قوم یهودن، همه دشمن پیغمبر و آل علی و فاطمه بودن. در آن لحظه ندا داد منادی که ایا قوم یهود، آمده هنگامه شادی، سر فرزند علی بر سر نی، سنگ ستم دست شما، هر چه توانید بگویید و بخندید و برقصید، بریزید به فرق سر زینب. همه خاک از در آرید کنون، یاد خود از خیبر رو گیرید، همه داد خود از حیدر رو، فرمان ز یزید آمده، مأمور به آزار بنی فاطمه داده از شما را. یهودان ستم پیشه چو این حکم شنیدن، گروهی به لب بام نشستند و گروهی به سوی کوچه دویدند. همه عربده مستانه کشیدند، سر یوسف زهرا به سر نیزه چو دیدند، ره جنگ گرفتند و به اولاد نبی کار بسی تنگ گرفتند. به دل نن گرفتند زنان از لب بام، آتش و خاکستر و خاشاک فشاندند. به دشنام همه آتش بغض جگر خیش نشاندند، ترانه عوض مرضیه خوندند. خدا را بگذارید بگویم که یهودیه ای از بام نگاهش به سر نور دل فاطمه افتاد، که لباش به هم میخورد و ذکر خدا گوید و بگرم یکی سنگ، چنان بر لب فرزند رسول دو سرازد که سر از نیزه بیفتاد زمین، ریخ به هم عرض و سما رو. چه بگویم چه شده این همه من سنگ دلو نوکر بیشرم و حیایم، چه کنم شعله جان است بنایم، عجبا آه که انگار همون پشت در قصر یزیدم، نگم منده به ده تن که به یک سلسله بزدند و همه حرمتشان را بشکستند و بود یک سر آن سلسله بر بازوی زینب، سر دیگر گرش بسته به دست به زر خون خدا حضرت سجاد. همه چشم گشودن مگر کودکی از وای بیفتد، به سرش از لحه بیداد بریزند و به کعبه نی و سیلی بزنندش. چه بگویم چه گلم
نزد خودم نیست. چه بگویم چه گلم نزد خودم نیست. خدا عفو کنه میزم افتاده زپارم. امام باقر سلام الله علیه فرمود ما رو وقتی وارد مجلس یزید کردن هر ده نفرمون رو به یک سلام بزده بودن، سر تناب رو به دست همه زادات و یک سر تناب رو به دست بابام زین العابدین. وای اگر یکی از این بچه ها زمین می افتادم می افتادم. وارد مجلس شدن چی کشیدن اهل بیت، یزید نشسته مست قدرت، سر ابی عبدالله تو تشنه داره قرآن میخونه. فرمود هیچ کدوم از این بچه ها اجازه نشستن نداشتن، همه نشستن اما اهل بیت همه بر سر پاییز دادن. ای کاروان داغ دیده خزنه رام همه بر سر پاییزدن، شروع کرد رأس مبارک ابی عبدالله قرآن خوندن. حسین جان تو بخوان قرآن و من افشاگری سر میدم. بهره باید برد از این گرد همایی حسین. اما گفت حسینم تا دید چوب خیزران رو داره بر لب و دندان ابی عبدالله میزنه، حسینم در آن اجلاسم در آن گرد همایی ننگینش به منطق پایگاه ظلم را زیر و زبر کردم. برادر جان دهانم تا که وا شد مشت آن دژخیم هم وا شد، ز فرجام وخیم ظلم او را با خبر کردم. گریبان پاره کردم نزد زنبود، نگاه نافز تفلان ز سر سوی دگر کردم. داداش دیدم بچه ها دارن جون میدن، نگاه جون به سر بریده یه توست، چاره ای ندارم. گریبان بار کردم تا نگه از تش بردارم، نگاه نافذ تفلان ز سر سوی دگر کردم. نگاه نافذ تفلان ز سر سوی دگر کردم. مجلس عجیبی بود، خیلی سخت گذشته به امام زین العابدین، خیلی سخت گذشته به بی بی زینب. یا زهرا
چی بر سر روام اومده دون جلسه چی کشیدن اهل بیت علیهم السلام گفت داشتم نگاه می کردم اهل بیت که وارد مجلس شدند نگاه به سر بریده ابی عبدالله داشتم دیدم یک به یک داره نگاه میکنه حضرت حسین چشمای حضرت حسین همه رو دنبال میکنه اش میریزه قربونه اش که چشمت برم حسین جانم یا با عبدالله خودم پدر و مادرم به فداد حسین جانم و اما تا نگاهش افتاد به امام زین العابدین دیدم از چشمای امام حسین در خون میریزه سب کردم باز نگاه میکردم تا نگاهش به بیبی زینب افتاد دیدم ابی عبدالله چشماشو بست حالا این زبون حال بیبیه زبان حال امه جان امام زمانه گفت حسین جانم تو از سه تا مرا دیدی دو چشم خویش را بستی تو از سه تا مرا دیدی دو چشم خویش را بستی که من تا آخر مجلس نظر بر تشت زر کردم که من تا آخر مجلس نظر بر تشت زر کردم هر جای عالمید هم نوا و هم صدای با من از کنار مشهد مقدس ابی عبدالله و شما هم از همین حسینیه سر زمره عشق به نیت فرج آقامون مولامون صاحب دم و صاحب اختیارمون بقیت الله العظم یا حسین یا حسین یا حسین خوش به حال آن که وقت بی کسی یارش تو باشی در دم آخر ز راه لوت غم خارش تو باشی از سر بستر نمیخواد که دیگر پر بگیرد هر مریضی را که در بالین پرستارش تو باشی و ابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله اللهم اجل وليك الفرج اجل وليك الفرج والعافيه والناس اللهم اشف مرضانا وارحم واغفر موتانا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اي غفار بحق محمد واله الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد وال محمد السلام على المظلوم بدم المظلوم
زمان لو